برای من شنیدم که یک گزارشی از طرف پلیس فدرال در رابطه با مسائل جدیدی که در پوسته ایرانی منتشر شده، از اونجایی که جزئیات این گزارش هنوز در سایت های خبری فارسی زبان منتشر نشده، چون شما مقیم امریکا و هستید و نیویورک و دنبال میکنید همه مسائل ما به ایران رو، اگه خبری راجع به این گزارش دارید را جزئیاتش رو میدونید، خواهش میکنم به اطلاع بینندگان این برنامه برسید. بله، دیروز پلیس فدرال آمریکا اطلاعیه ای صادر کرد تحت عنوان خطر ایران و گفت خطر ایران از سه جهت باید مورد توجه آمریکا و دیگر کشورها قرار بگیره. یکی مسئله تروریسم که افراد خاصی رو که به دلایلی رژیم ایران اینها رو خطری برای خودش میبینه بتونن استفاده بکنند از عناصری که حتی در اون کشورها ممکنه زندگی بکنند و در واقع پول بدن که این افراد مورد اصابت قرار بگیرند. این خطری است که در واقع مثلا مثالی دارم که در رابطه با خانم مسیح علی نژاد همه ما میدونیم نمونه یکی از اون کارهاست که البته در اوائل انقلاب هم یک بار در مورد مشاور مطبوعاتی سفارت ایران در آمریکا انجام دارد که اون انسان رو کشتن و بقای دیگه ای که اطلاع داریم ازش. یکی مسائل به سر سایبر وارفر بهش میگن، یعنی استفاده از به سر رسانه های مجازی بتونن به ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهایی که با اونا مخالفن صدمه بزنند. در این مورد هم به هر حال ما به اندازه کافی این اطلاعاتی به اصطلاح داریم و جزئیاتی در این مورد مطرح کردن که مثلا به طور مشخص ایران تصمیم داشته که راجبش صحبت شده، جان بولتون مشاور امنیت سیاست خارجی پرزیدنت ترامپ رو که با حمله به بعضی مقامات سپاه پاسداران همکاری داشته، او و همینطور مایک پامپیو وزیر خارجه، این دو فرد رو به طور مشخص نام بردن و مسیح علی نژاد هم که قبلا ایرانی وجود داشته، که در واقع در اینجاست که خطر ایران رو محدود به آمریکا نمی‌کنه این گزارش، بلکه میگه عناصر ایران و یا کسانی که حاضرن با گرفتن پول از ایران دست به این نوع اقدامات غیر قانونی بزنن در کشورهای دیگه هم وجود داره. بنابراین این اطلاعات رو به نظر من حتی اطلاعاتی بسیار وسیع‌تر و مشخص‌تر، این موضع به اصطلاح فهم خود من از این نوع کارهاست، در اختیار نهادهای اطلاعاتی کشورهای اروپایی و دموکراتیک قرار داده، چون به نظر میرسه که پلیس فدرال و سیا اطلاعات جالب و وسیعی راجع به این نوع فعالیت ها در ایران دارن که به نظر من این من دیدم که بخشی از این گزارش، بخش کوچکی از این گزارش در سایت ایران دیدم در اونجا چاپ شده بود که من یه کپی از اون رو گرفتم، ولی کمتر هنوز مورد توجه ایرانیان اونطوری که باید قرار نگرفته. بسیار آقای فرنگ، هفته گذشته و هفت تن از سناتورهای امریکایی از دولت آقای بایدن خواسته بودن که برای آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران ویزا صادر نکنند، با توجه به اینکه ایشون پرونده‌ای رو دارند که در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش اصلی رو به یک معنا داشتن. در این رابطه آیا فکر میکنید که دولت آقای بایدن اقدامی میتونه بکنه یا قوانین موجود در سازمان ملل آیا میتونه جلوی ورود ابراهیم رئیسی به اجلاس سالانه سازمان ملل رو بگیره؟ از نظر حقوقی دولت آمریکا توانایی این که بخواد جلوی شرکت رئیس جمهور کشوری رو که نامیده رئیس جمهور کشوری در این در جلسات سازمان ملل بوده نداره، اما میتونن محدودیتایی برای حضور او در نیویورک قائل بشن. ولی به طور کلی همین که اگر این به جنبه مخالفت با این امر وسیع‌تر بشه و در به اصطلاح از نظر سیاسی برای رئیس جمهور آمریکا اهمیت پیدا بکنه بعید نیست
علتش هم اینه که در این مورد رئیسی فقط رئیس جمهوری کشور نیست، بلکه در یک جنایت بزرگ یعنی قتل عام ضد بشریت که به طور روشن امروز به اسناد و مدارک و شواهدش به طور وسیع پخش شده، در سال 67 که نزدیک 5000 زندانی و سیاسی را قتل عام کردن، رئیسی نقش محوری در اون جنایات داشته. بنابراین اگر دولت آمریکا بخواد تاکید بکنه روی پرونده جنایی رئیسی، هیچ بعید نیست که بخوان جلوی سفر او به آمریکا رو بگیرن. ولی اگر هم او بخواد سفر بکنه، واقعا در اونجاست که برای فعالین حقوق بشر و به طور کلی چه ایرانی چه آمریکایی فرصتی هست که اگر او بخواد حتی اگر خود او به آمریکا نیاد، افراد دیگری رو که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میفرستن، اینها به هر حال نمایندگان این رژیم فاشیستی هستند و بسیار بسیار مهمه که ما در برابر حضور این افراد در مجمع عمومی یک اقدام بدیع و جالب بین المللی بکنیم. گزارشی که شما قبلا بهش اشاره کردین راجع به گزارشگر حقوق بشر، من مقاله مفصلی در این که در واقع یک فریبی بود که از طرف روسیه و کوبا و ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تایید شد و اکثریت که تمام کشورهای دموکراتیک که عضو شورا بهش رأی ندادن، ولی چون شورا اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از همه به سر بخش های دنیا اعضای سازمان ملل متحد تشکیل میشن، زب دوره هایی هست که اکثریت این افراد میتونن نمایندگان کشورهای مستبد باشن و اینها میتونن دست به اقداماتی بزنن که نه تنها دفاع از حقوق بشر نیست، بلکه فریبی برای پنهان کردن جنایات علیه انسانها در دیگر کشورها. این نماینده ویژه حقوق بشر نزدیک به پوتین، دوست پوتین لایری است که از اوکراین میاد و به طور کلی به چند کشور هم تا حالا سفر کرده. او رو فقط انتخاب کردن که به پیامدهای منفی تحریم‌های اقتصادی برای کشورهایی که وارد تحریم قرار گرفتن مطالعه بکنه، بدون اینکه کوچکترین تماسی با فعالین حقوق بشر و یا قربانیان و فعالین حقوق بشر در این کشورها داشته باشه. به ایران سفر کرد و عکس او رو و مقاله رو و بعد سخت مورد توجه و رضایت و خوشامد رژیم ایران هم قرار گرفت. بنابراین بسیار بسیار مهمه که فعالین حقوق بشر در خارج از کشور وقتی که روزی که این خانم داره گزارش دروغ و فریبکارانه خودش رو به شورای حقوق بشر ارائه میده، ما بتونیم حضوری در سطح بین المللی داشته باشیم که بتونیم این فریب رو افشا کنیم. آقای فرنگ، من به این موضوع باز دوباره در طول برنامه برمیگردم، اما در اینجا یه سوال دیگه ازتون دارم. با توجه به اینکه سال گذشته ما شاهد دادگاهی حمید نوری در سوئد بودیم و او سرانجام محکوم شد به حبس ابد و بعد از اون پرونده مربوط به اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی بود که طرح انفجار بمب رو در نشست سازمان مجاهدین خلق سازماندهی کرده بود و همونطور که باز اطلاع دارید پارلمان یا مجلس بلژیک لایحه‌ای رو تصویب کرد که در به اصطلاح امکان استرداد او به جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه. بعد از اون دستگاه قضایی امریکا از دولت بلژیک خواست که اسدالله اسدی رو تحویل به او بدن. با توجه به اینکه گفته می شود که اسدالله اسدی یکی از مهره های اصلی طراحی ترور و خرابکاری در کشورهای اروپایی بوده، در خصوص هم مخالفین جمهوری اسلامی ایران هم سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران، سوال من از شما در رابطه با سفر رئیسی به اجلاس سالانه نیویورک اینه که اگر ما از طریق کمک گرفتن از چند وکیل یا حقوقدان بین المللی آیا میتونیم تلاش بکنیم که رئیسی رو یا جلوی ورودش رو به اجلاس سالانه نیویورک بگیرن و یا اینکه اگر اومد اقدام برای بازداشت او صورت بگیره؟
این امکان وجود داره؟ در آمریکا چنین امکانی وجود نداره، برای اینکه آمریکا حتی عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست. عضوی مثل روسیه، مثل چین، عضویت نداره. علت اینکه برای اینکه عضو بشه نیاز به اینه که دو سوم مجلس سنای آمریکا بهش رأی بده و نمیخواستن این کار بکنن. فکر میکردن اگر این کار بکنن بعضی فعالیت های خود آمریکا در کشورهای دیگری مثل افغانستان، مثل ویتنام یا مثل سوریه و غیر ذالک میتونه از این نظر به خطر بیفته. بنابراین سوئد یکی از کشورهای استثنایی است که اگر بر ضد فردی اسناد و مدارک و شواهد لازم برای جنایت علیه بشریت وجود داشته باشه، بدون اینکه به منافع خاص خودشون توجه بکنن، این فرد رو میتونن به محاکمه بکشن، که محاکمه نوری یکی از نمونه های بسیار برجسته و جالب اون بود. و دیگر اینکه در رابطه با اتریش و این هم از نظر بسیار بینش انسانی یا بینش حقوق بشری، از هم انتظار داره که یک کشوری نیاد گروگان، که افراد خودش رو که گروگان گرفتن بخواد معاوضه بکنه با کسی که یه در دادگاه صالحی محکوم به جنایت شده. ولی واقعیت امر اینه که در دنیایی که ما زندگی میکنیم، هر وقت که بین منافع ملی یا امنیتی یک کشور و دفاع از حقوق بشر تضادی باشه، این منافع ملی و امنیتی که برنده میشه. و من فکر میکنم اگر ما در ایران هم، این نمیخوام به سر بلند پروازی ها بکنم، اگر ما در ایران هم یک رژیم 100% دموکراتیک مردمی داشته باشیم، در برابر این سوال ها قرار میگیریم که آیا میخوایم منافع اقتصادی و امنیتی خودمون رو به خطر بندازیم و یا اینکه دست به اقدامی بزنیم که ان بینش حقوق بشر و انسان دوستانه قابل دفاع نیست ولی از نظر منافع ملی و امنیتی قابل دفاعه. این به هر حال یکی از معماهایی است که فعالین حقوق بشر در دنیا باش روبرو هستند. آقای فرنگ، اجازه بدید هنوز همچنان در رابطه با اون گزارش پلیس فدرال آمریکا باقی بمونیم و برگردیم. آیا در این گزارشی که پلیس فدرال آمریکا داده نشانه این استش که احیانا برخی یا به هر حال فعالان سیاسی و مخالفین جمهوری اسلامی که در خاک آمریکا زندگی میکنن، اونها هم میتونن مورد تهدید قرار بگیرن از سوی طراحان ترور و آدمکشی جمهوری اسلامی ایران؟ بدون چون و چرا. واقعیت اینه که بخوایم در آمریکا حتی تا کنون یک فرد، آقای طباطبایی، در تموم سال اول انقلاب ترور شد که تروریستش در ایران زندگی میکنه، آمریکایی بود و یکی از به اصطلاح گروه های مسلمون شده ای آمریکا بود و این بارها هم حتی در برنامه های تلویزیونی خود آمریکا که در ایران فیلم برداری شده شرکت کرده، گفته بله این وظیفه شرعی من بود که این انسان رو بکشم. کارهای دیگری هم کردن. پلیس FBI تا حالا گزارشاتی به افراد دیگری هم داده، از جمله در سال 1993 به خود من که آدم رو تدریس میکردم، در اون موقع FBI خبر داد که طبق گزارشاتی که ما از منابع اطلاعاتی آلمان گرفتیم، چند نفر در ایران میتونن مورد ترور عناصر ایرانی یا جاسوسان اونها قرار بگیرن و تو هم یکی از اونها هستی. که من در رابطه با این مقاله ای نوشتم که اول میخواستم با اسم مستعار چاپ بکنم، واقعیت رو فرستادم برای نیویورک تایمز. نیویورک تایمز گفت فقط ما در صورت این رو چاپ میکنیم که اسم خودت باشه. و من هم بعد از گفتگو با همسرم و بچه ها و این حرفا تصمیم گرفتم این کار رو بکنم و چاپش کردن و عکس العملای و بنابراین بله، این به عنوان ولی دیگر ایرانیان دیگری هم بودند که حتی به وسیله FBI مطلع شدند که شما مورد خطر قرار گرفتید و گهگاهی این حرفا رو به طور رسمی زدن. ولی در مورد من یه، چون برام به صلاح با دوستان، چون جزء هیئت به صلاح مشاورین دیدبان حقوق بشر هستم در نزدیک به 40 ساله، اونها هم پیشنهاد کردن که بد نیست که این خطر رو متوجه بشید و باعث بخواد که بتونه اعتبار پیدا بکنه. بنابراین رژیم این کار، و آخرینش هم خانم مسیح علی نژاده که واقعا یک عده گانگستر رو استخدام کرده بودن که خانم مسیح علی نژاد رو بیان در نیویورک
کیدنپ بکنن، برو ببرن و با قایق، از کرانه های نیویورک بفرستنش به ونزوئلا، به ونزوئلا که اتفاقا فکر اگر گیر نمی افتادن از نظر تکنیکی یک کار گانگستری بود که امکان پذیر بود که اگر این انسان رو میتونستن دستگیر بکنن به شکلی و با قایق بفرستنش اونجا و بعد از ونزوئلا او رو بفرستن به ایران، که البته پلیس فدرال آمریکا این واقعیت رو قبل از اینکه به اونجا برسه درک کرد. خانم مسیح علی‌نژاد رو مطلع کرد که ایرانیان راجبش به اندازه کافی شنیدن. بله، این که توجه داشته باشیم که رژیم ایران ماهیتاً فقط میتونیم مقایسش بکنیم با نازیسم آلمان، یعنی با هیتلر، با کره شمالی، یعنی در بینش حقوق بشر فعالین به این امید هستند که افشاگری حقوق بشر و نشون دادن ظلم و جنایات رژیم های استبدادی بتونه در اونها نوعی شرم ایجاد بکنه، نوعی حساسیت ایجاد بکنه در مجامع بین المللی که بتونه تأثیر بذاره روی این جنایات که محدودش بکنه. ولی رژیم ایران که عبارتی رو که به انگلیسی به کار میبرن میگن نیمینگ اند شیمینگ، یعنی افشاگری بکنین تا شرم ایجاد بشه. ولی واقعیت امر اینه که یه رژیمی مثل ایران ماهیتاً اصلا درکی از شیم نداره، درکی از شرم و خجالت نداره. بنابراین کسانی هستن که به خاطر اعتقادات و خرافات ایدئولوژیک و بلند پروازی ها و یک تازی هایی که فکر میکنن خودشون تنها بود، دقیقا جنایتی که علیه اقلیت های مذهبی و خصوصا باهایان میکنن، یعنی اینکه اینها فقط یک گروه در سراسر تاریخ بشر حقیقت رو میدونه، ارتباط به اصطلاح خدایی داره و این یه مش شیعه که واقعا این نوع جنونه. و اون تنها نکته‌ای که من در اینجا بخوام بگم اینه که وقتی چنین بینشی میاد قدرت مطلق در کشوری به دست میگیره، این کاری که در آلمان کرد، اون که کاری رو که در ایران کرد، اون کاری که در کره شمالی کرد، در این 30-40 سال گذشته روانشناسان و روانکاوان مطالعات بسیار جالبی انجام دادن که این مطلق اندیشان، این کسانی که مدعی حقیقت بیچون و چرا هستند، وقتی قدرت بلا منازع دارن فقط فساد ایجاد نمی کنن، فقط ظلم ایجاد نمی کنن، بلکه بریدگی از واقعیت و یا جنون. یک کسی کتاب نوشته مجانین بر اریکه قدرت، بهترین به سر نمونه این اتفاقی است که در ایران افتاده و این خامنه ای رو ما امروز باید به عنوان یه بیمار جنایتکار بهش نگاه بکنیم، نه یه سیاست نداره که داره اشتباه میکنه. برای اینکه این بیمار جنایتکار حتی در مواردی هست که بر ضد منافع خود رژیم هم میتونن اقدام بکنن، برای اینکه اون به سر بیمار به اون جنونی که قدرت به اینها دست داده و اون مطلق اندیشی و دانستن حقیقت کار رو به جایی میرسونی که فساد خود دقیقا همون کاری که هیتلر کرد. این فاجعه ایست که در جامعه ما با روبرو هستیم. بنابراین بسیار مهمه که فعالین حقوق بشر بدونن که ما با رژیمی سر و کار داریم که با منطق و با ارائه اسناد و مدارک و شواهد قابل تغییر نیست و مبارزه با این جنایتکاران فقط از طریق مبارزه رویارو در داخل کشور انجام میشه که ما فعالیت های ما در خارج از کشور باید مشوق مبارزین داخل کشور باشه. بسیار ممنون. اشاره کردید آقای فرنگ به این به اصطلاح موج دستگیری های اخیر در رابطه با همیانان بهایی ما. ضمن این که در طی هفته های گذشته و روزهای گذشته برخی از خانواده های زندانیان سیاسی را احضار کردند و بعضی از اونها را حتی بازداشت کردند. وضعیت زندانیان سیاسی، گزارش هایی که از طریق افراد خانواده اونها میرسه، بسیار وضعیت اسفناکی است و مسئله فشارهایی هم که بر روی زنان ایرانی در مورد مسئله حجاب یا به اصطلاح بعد حجابی هم آوردن، یک به اصطلاح تهاجم و حرکت محدودسازی زنان ما در داخل کشوره. به نظر شما آیا رابطه ای بین این سیاست های سرکوبگرایانه در رابطه با گروه های مختلف همیانان ما در داخل کشور و این فعالیت های تروریستی که در خارج از کشور دارن تدارک می دیدن و می بینن و اقدام می کنن، آیا ارتباطی وجود داره؟
به طور مسلم. واقعیت امر اینه که رژیم ایران یک بلند پروازی هایی در منطقه داره، یعنی امروز و این بلند پروازی های منطقه ای خریداری شده است. یعنی متاسفانه در ایران کسی امکان نداره که بدون رژیم ایران در این 43 سال گذشته چقدر پول در عراق و لبنان و یمن و حزب الله خرج کرده نمیدونیم. ولی خیلی جالبه، فقط یک نماینده مجلس در همین حدود یک ماه و نیم گذشته سخنرانی کرد و در این سخنرانی گفت ما تا کنون 70 بیلیون دلار به رژیم بشار اسد در سوریه کمک کردیم. خیلی جالبه، ولی هیچ من هر چقدر که میگردم هیچ کس تخمین زیاد میزنن، ولی تردیدی نیست که رژیم ایران 100 بیلیون دلار خرج این گروه های نظامی میکنه. بنابراین حمایت ادامه رابطه ای که ایران با این گروه ها داره، با این نیروهای نیابتیش در منطقه داره، در واقع این بلند پروازی ادامه پیدا میکنه. بنابراین سیاست خارجی ایران با سیاست داخلی قابل تفکیک نیست. توجه داشته باشیم که یکی از اگر ما بخوایم یک اصل پیدا بکنیم که ماهیت رژیم ایران رو نشون بده که در واقع در دنیا بی نظیره، ضدیت با ارزش های روشنگری است. یعنی ضدیت با آزادی انسان، ضدیت با برابری انسان و ضدیت با عناصر و گروه هایی است که مثل اونها فکر نمی کنند. هیچ چی دیگه براشون مهم نیست و این در این چارچوب ثبات و بقای رژیم هدف اصلیه. و در این راه توجه داشته باشید که مثل همه گروه های تمامیتگرا، چه کمونیست بودن، چه فاشیست بودن، چه نازیست آلمان بودن، هیچ فرقی نمیکنه. یک اصل برای اینها هست و اون میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی چون هدف ما صحیحه، ما میخوایم بهشت بسازیم در اینجا، هر اقدامی قابل توجیه. و رژیم ایران امروز رژیمی در هیچ کجای دنیا زنان به اندازه ایران اعدام نشدن، در هیچ کجای دنیا زنان به اندازه ایران مورد ظلم و ستم و تجاوز رژیم قرار نگرفتن. علتش چیه؟ علتش اینه که زنان ایران مبارزه کردند. مبارزه زنان ایران برای آزادی و برابری در کشورهای اسلامی سراسر دنیا بی سابقه است. بنابراین وقتی مبارزه میشه، وقتی مقاومت میشه، این رژیم های سرکوب کرد تمکین نمی کنند، بلکه ضدیت و جنایات خودشون رو تشدید میکنن. و این واقعیتی است که ما باید در نظر بگیریم و فعالین حقوق بشر در خارج از کشور میگن بهترین راهی که ما میتونیم به مبارزین داخل کشور کمک بکنیم و خودمون رو در رابطه با دفاع از حقوق بشر یک جبهه متحد نشون بدیم، فراجناهی، فرا ایدئولوژیک و فراحزبی، تمام این هر. و این کار رو امیدوارم که ما بتونیم این کار رو 13 سپتامبر، یکی دو روز بعد از اون، حداقل در 10 شهر آمریکا و اروپا انجام بدیم که بتونیم واقعیت‌های جنایات رژیم ایران رو به گوش توده‌های مردم برسونیم. یعنی بیایم رسانه‌های گروهی رو به این فعالیت‌ها جلب بکنیم. اگر فعالیت فقط در یک شهر باشه، در یک گروه باشه و شرکت کنندگان محدود باشن، ممکنه که روزنامه اون شهر یه پاراگراف راجبش بنویسه. ولی اگر ما بتونیم در 10 شهر اروپا و آمریکا، در هر جایی یکی 2000 نفر یه تظاهراتی را بندازیم، از این 7 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنه، در اون واقع نه تنها در برابر رژیم ایران قدرتی نشون دادیم، بلکه بالاتر از اون و مهمتر یک مشوق فعالین مبارزین داخل کشور شدیم که واقعا در تاریخ ایران، در تاریخ مبارزات 120 ساله گذشته، فعالین سیاسی و فداکاری های اونها در داخل کشور بی نظیر و بی سابقه است. خب اجازه بدید یه نگاهی به وضعیت همیانانمون در داخل کشور بکنیم، هم در رابطه با وضعیت ایرانیان خارج از کشور، با توجه به تأکیدی که شما روی مسئله سازماندهی اعتراضات سراسری کردید. الان مدت هاست که گروه هایی که در طی یکی دو سال اخیر مرتب در صحنه خیابان های کشورمون دست به اعتراض می زدن و یا اعتصاب می کردن تا حدی فروکش کرده،
با توجه به خبرها و گزارشهایی که میشنویم، میزان دستگیری ها و فشارها و محدود ساختن همیهنان ما، به خصوص اون بخش از فعالان گروه های مختلف اجتماعی، معلمان، بازنشستگان و کارگران و غیره. البته عوامل دیگری هم ممکنه تاثیرگذار باشه، از جمله مسئله تابستان، گرم بودن هوا و مشکلات دیگری که شاهدش هستیم. شما اشاره کردید که در خارج از کشور باید یک اقدام جدی صورت بگیره. اما آقای فرهنگ، شما شاهد هستید که هر ساله در زمان برگزاری همین اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک، تنها سازمان یا گروهی که در اونجا شرکت میکنه سازمان مجاهدینه، که اغلب هم با آوردن عکس‌هایی از رهبران این سازمان و آرم‌های مشخص این سازمان اونجا حضور پیدا میکنن. یکی دو بارم من دیدم که عده‌ای از هممیهنانی که طرفدار سلطنت در ایران هستن با آوردن عکس‌هایی از آقای رضا پهلوی در مقابل ساختمان سازمان ملل حضور پیدا میکنن. با توجه به این محدودیت هایی که الان در ایران به وجود اومده، احتمال داره، شاید من اشتباه میکنم، نوعی دلسردی هم میهنان ما نسبت به وضع موجود در داخل کشور، چون همونطور که شما میدونید فعالیت سیاسی در داخل کشور به صورت علنی و سازمان یافته کار ساده ای نیست. سازمان های مختلفی در ایران بودن که هنوز هم هستن، اما فعالیت علنی به هیچ وجه نمیتونن بکنن، حتی نمیتونن یک جلسه سازمانی برگزار بکنن در یکی از منازل یکی از اعضای سازمان خودشون. از کانون نویسندگان شما بگیرید تا جبهه ملی ایران، به طور نمونه جریاناتی که در ایران وجود دارن. شما تا چه اندازه امیدوار هستید که با توجه به این همه امکانات وسیعی که در خارج از کشور وجود داره، رسانه های مختلف وجود داره که میتونه گزارش دهی بکنه فعالیت های ایرانیان خارج از کشور، که جمعیت 7 میلیون نفر گفته میشه که ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنه، تا چه حد این امکان داره که به طور مثال 13 سپتامبر امسال ما شاهد یک اعتراضات وسیع و گسترده مقابل سازمان ملل به طور مثال باشیم؟ آیا شما این خوشبینی رو دارید که این اپوزیسیون پراکنده متفرق که به هیچ وجه حاضر نیستن از منافع گروهی و حزبی خودشون چشم پوشی بکنن، لااقل 13 سپتامبر به قول جناب عالی در مقابل ساختمان سازمان ملل در پایتخت های کشورهای معروف اروپا، امریکا و کانادا در یک روز معین بیرون بیان تا بتونن صدای مردم مظلوم ایران رو به گوش دنیا برسونن و در این حال به مقامات کشورهای غربی نشون بدن که به معنای واقعی ایرانی ها این حکومت رو نمیخوان و خواهان این هستن که این رژیم بره؟ شما تا چه اندازه این امکان رو میبینید که این اتفاق بیفته؟ باید برای اتفاق افتن این واقعه مبارزه کرد. باید برای حقوق بشر گرفتنی است، دادنی نیست. اول اینکه تمام این گروه ها که بینش های خاص سیاسی دارن کاملا قابل احترامه. سلطنت طلبن، توده‌این، مجاهدن، سوسیال دموکراتن، ملیان، جپم، هر کدوم در چارچوب اعتقادات خودشون و فعالیت‌های خودشون میتونن حزب داشته باشن و به کارهای خودشون ادامه بدن. ولی اگر این گروه‌ها بر طبق مواضعی که میگیرن، نوشته‌هایی که دارن، همه صحبت از حقوق بشر، یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران، یعنی در تاریخ این 120 سالی گذشته که این حرفا مطرح بوده، گفتمان حقوق بشر و دفاع از ارزش‌های دموکراتیک حداقل از نظر تئوری، از نظر انتزاعی در ادبیات تمام این گروه‌ها وجود داره و من به دلیل علاقه‌ای که به مسائل حقوق اینها رو دنبال دو وجود داره. ولی وقتی به عمل می‌رسیم، مشکل ما مشکل همکاری کردن وقتی به حقوق بشر می‌رسیم، در اینجا باید این عکس‌ها و این پلاکارت ها و پرچم های خاص رو کنار گذاشت و فقط یک پرچم ایران داشت و یک دفاع از حقوق بشر. بنابراین در اینجاست که تمام این گروه ها که در مواد، در نوشته های خودشون، در مصاحبات خودشون از دموکراسی و حقوق بشر دفاع میکنن، دفاع از حقوق بشر یعنی چی؟ نه فقط حقوق بشر من، یعنی دفاع از حقوق بشر یعنی همزیستی و احترام به کسانی که من با نظریاتشون مخالفم
ولی حق اونها برای بیان مواضع خودشون، برای ارائه نظر مهمتر از اینه که من مخالفم یا موافق، این معنی حقوق بشره. بنابراین باید مبارزه کرد که این مشکل فرهنگ سیاسی ایران، من اشکالی یا مشکلی واقعا توی به سر نیت و اعتقادات ایرانی ها نمی بینم. مشکل اساسی در کار اشتراکیه، مشکل اساسی در کمبود امید و کمبود اعتماده، که این به هر حال تو کشورهای استبدادی این مشکل مصیبت وجود داشته و امروز سراسر خاورمیانه رو میبینیم. میگه که از فجایعی که ما در حال حاضر شاهدش هستیم در خاورمیانه عراق، قبل از اینکه آمریکایی‌ها در 2003 برن صدام و سرنگون بکنن، من شخصا با بسیاری از این فعالین عراقی در خارج از کشور تماس داشتم از طریق دیدبان حقوق بشر، و اینها میگفتن مشکل ما فقط رفتن صدام حسینه، یعنی فقط میخواستن نفی بکنن، یعنی اینکه به هیچ موضع ایجابی خود چی میخوان، نه اینکه فقط چی نمیخوان. دیدیم که چون سوال اینکه چی میخوان در نظر ایجابی وجود نداشت، بعد از اینکه صدام حسین رفت، امروز کار به جایی رسید در عراق که مردم دلشون برای صدام حسین تنگ شده، برای اینکه او یه امنیت نسبی در اونجا درست کرده بود و آدم‌ها تو خیابون کشته نمی‌شدن. بنابراین ما هم بعد با یعنی امید برای تیپ‌های مثل ماها ساختن، یعنی نمیتونیم امیدوار نباشیم، برای اینکه فقط به سر جامعه عمل پوشیدن به این امید و اراده شرکت در فعالیت‌های فراحزبی، فراجنابی، فرا ایدئولوژیک در دفاع از حقوق بشره که میتونه زمینه ساز قدم‌های اول یک تشکیلات دموکراتیک، یعنی در هر کجای دنیا که نگاه بکنیم اینطوری بوده، هیچ کجای حقوق بشر یک شبه به دست نیامده، هیچ کجای دنیا هم حقوق بشر کسی توی سینی نذاشته تعارف بود، هر جا که حقوق بشر پیشرفت کرده در نتیجه مبارزه و تداوم اون مبارزه بوده که تاریخش فرا بود. بنابراین باید مبارزه کرد در اینکه ایرانی ها وقتی هر وقت شام هست و خورش قیمه سبزی هست و این حرفا، همه صحبت از حقوق بشر میکنن، ولی وقتی که اعلامیه‌ای به دستشون برسه که صدها ایرانی در فلان شهر میخوان نشون بدن که میخوان از فعالین داخل کشور حمایت بکنن و غیر زاده، اونجا اونو جدی نمیگیرن. و این واقعا من فکر میکنم که اگر در این 10 شهر یا 15 شهری که شما اسپرید، اگر در هر کدوم از این شهرها 10 نفر آغاز یک فعالیتی بکنن و شروع بکنن دفاع بکنن، و من توی اون مقاله‌ای که نوشتم دقیقاً با محتوی فراحزبی، فراجناهی و فرا ایدئولوژیک همه چی رو توضیح دادم که خیلی به دست خیلی هم رسیده فعالیت بکنن، بله این امکان پذیره، ولی نیاز به یک فعالین به اصطلاح مداومی داره که میخوان این مسئله رو مطرح بکنن و دیگران رو دعوت بکنن، و نه اینکه یه دونه فرد باشه، بلکه یک گروه باشه، دقیقاً نام خودشون رو بذارن که هر اسمی بخوان برای خودشون در این شهر انتخاب. باید مبارزه کرد، باید تلاش کرد، و نمیدونم اگه تلاش نکنیم چه کار باید کرد. سکوت باید بکنیم، این همه جنایاتی که در ایران میشه باید فقط تماشاگر اون باشیم و فقط راجبش مقاله بنویسیم که اونم لازمه، ولی اگر میخوایم توجه دنیا رو جلب بکنیم و مبارزین داخل کشور رو تشویق به ادامه فعالیتاشون بکنیم، باید در رفتار و کردار ملموس و مشخص خودمون، هم در رابطه با خودمون که به هم گروه های رقیب به هم احترام بذارن، و هم این که وقتی به حقوق بشر میرسه در اونجا حزب و جناح و رهبر خاصی رو در نظر نگیرن و واردی که فعالیتی بشن که مورد توجه مدنیت ایرانه. خب اجازه بدین چون هنوز وقت باقی است من یک سوال دیگه از شما بکنم، و این نتیجه گفتگوهایی است که من در عرصه به فعالیت‌های حقوق بشری و سیاسی که با نمایندگان گروه‌های مختلف در پروژه‌های گوناگون بودم و برای همکاری‌های مشترک تلاش‌هایی رو کردم. جناب‌عالی سال‌هاست که ضرورت تشکیل یک سازمان حقوق بشر رو که به عنوان یک حرکت فراحزبی، فراگروهی و فرا ایدئولوژیک است رو مطرح می‌کنید. بسیاری قانع شدن و بسیاری نظر شما رو قبول دارن، ولی بخشی از سازمان‌های سیاسی نه. علتش این هستش که وقتی ما با اونا صحبت می‌کنیم، به طور مثال مسئله دفاع از حقوق زندانیان سیاسی عقیدتی مهمه، اقدام برای آزادی اونها مهمه،
دفاع از حقوق بهایان ایران مهمه، دفاع از حق زنان برای انتخاب نوع پوششون مهمه، اونها پاسخ میدن که امروز مسئله سرنگونی اصلی ترین شعاره و طرح این شعارها شعارهایی است که عقب مانده است و اون چرا که مردم ایران میخواهند سرنگونی است و ما باید در اون جهت حرکت بکنیم. نکته دوم این که یا بخشی از سازمان های سیاسی به خصوص طرفداران سازمان مجاهدین و طرفداران نظام پادشاهی در هر حرکتی اصرار دارن که تصاویر رهبران خودشون رو با خودشون همراه داشته باشن و شما میدونید جناب فرهنگ انجام این کار در به خصوص در محل های مثل جلوی سازمان ملل معنیش اینه که ما ایرانی ها لاقل ما گروهی از ایرانی ها جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، سازمان مجاهدین و رهبری خانم مریم رجوی و آقای رجوی رو میخوایم، یا گروه دیگر میگن که ما این رژیم رو نمیخوایم، رهبری آقای رضا پهلوی رو میخوایم. و به همین خاطره که اونها نمیپذیرن که در چارچوب به اصطلاح منشور حقوق بشر، در چارچوب مطالبات واقعی، مطالبات اساسی که امروز به خصوص در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی، در رابطه با جامعه بهایان، در رابطه با مسئله زنان مطرح هست، اونها رو بی ارزش میدونن و نمیخوان بر سر به طور مثال شعار آزادی زندانیان سیاسی خودشون رو محدود نگه دارن. میخوان بگن که ما این شعار رو هم میدیم اما ما میگیم که رژیم رو نمیخوایم، اما رهبران ما اینها هستند که در دست ما تصاویرشون وجود داره و ما بدون تصاویر رهبرانمون در هیچ حرکتی شرکت نمی کنیم. شما چگونه می خواهید این دست از گروه ها رو قانع کنید؟ مجاهدین رو نمیدونم چجوری میشه قانع کرد، ولی وقتی به صحبت های آقای رضا پهلوی گوش میدیم او صحبت از حقوق بشر میکنه و صحبت از ارزش های دموکراتیک میکنه. بارها من شنیدم در نوشته و یا در مصاحباتی که میکنه تاکید میزه. من نمیفهم کسانی که از او دفاع میکنن چه اختلافی با فعالیت حقوق بشری دارن. مجاهدین یه تشکیلات ایدئولوژیکن که در واقع جناح تا حدود جناح چپ همین رژیمن، یعنی حقیقت مطلق رو میدونن و جز خودشون کسی رو قبول ندارن و با کسی، ولی از نظر اجتماعی و فرهنگی هم در بسیاری موارد بین فقط تو خودشون هستن. ولی بسیاری از افراد گروه هایی که خودشون رو سلطنت طلب یا مشروطه میدونن، اینا از نظر زندگی اجتماعی و فرهنگی با بقیه تفاوتی ندارن، حتی از نظر مثل اطلاعات یا از نظر تحصیلاتشون هم دقیقا هم مثل بخش های دیگه طبقات متوسط و بالا هستن. ولی اونا رو واقعا نمیدونم. ولی سوالی که از اینا باید کرد اینه که اگر فقط براندازی میتونست نتیجه مثبت بده، در مصر براندازی شد و اتحادی که در مصر برای براندازی وجود داشت بی سابقه بود در اون کشور، ولی اتحاد بود فقط برای براندازی، یک اتحاد سلبی بود. اتحاد همینطور در عراق، واقعا صدام حسین یک بخش بسیار کوچیکی طرفدارش بودن که اونها هم دفاع نکردن. خب همه اینها بی توجه بودن به ارزش های به صلاح مشترک، به حقوق بشر، به ارزش های دموکراتیک. و دیدیم که بعد از اینکه این رژیم ها از بین رفتن نتیجه چی شد. نتیجه امروز میبینیم که به صلاح هرج و مرجی که در این کشورها وجود داره و خشونت تشدید شده. تاریخ و منطق و مبارزات 120 ساله ایران به ما میگه که اولا جمهوری خواهان، که من خودشونم به عنوان یه سوسیال دموکرات جمهوری خواهان میتونن دنبال ائتلافات به اصطلاح خودشون باشن، سلطنت طلبان یا مشروط خواهان دنبال کارهای خودشون و یا گروه های دیگه، ولی ما همدیگر رو رقیب بدونیم نه دشمن. در فرهنگ سیاسی ایران رقیب وجود نداره. خیلی جالب، رقیب وجود نداره. کسانی که با شما نیستن دشمنن و وقتی یک کسی رو شما دشمن نامیدی یعنی هر بلایی سرش بیاد قابل توجیهه، هیچ محدودیتی براش وجود نداره. خیلی فراموش نمیکنم موقعی که امیر انتظام رو گرفتن که یک بزرگترین جنایات اون رجاله که مخالف یا موافق نظریات آقای امیر انتظام بود، چون این آدم نوشته بود در یه نامه دیپلماتیک نوشته بود که
کلمه دیر رو به کار برده بود، چیزی که روزانه دائم آدما تو به انگلیسی اینو می نویسن و می خونن و این حرفا، می گفتن چون این گفته دیر عزیز در یه نامه، یعنی این که در واقع داره اینا برای اونا کار میکنه. چه کسانی اینو میگفتن؟ آدمای بی سواد نبودن، روزنامه های حزب توده بود که همشون تحصیل کرده بودن. و واقعا ظلمی که حزب توده و برخی گروه هایش نسبت به امیر انتظام کردن نمونه ظلمی است که در فرهنگ سیاسی ما وجود داره و محدود به رژیم های حاکم نیست. بنابراین اتحاد برای دفاع از حقوق بشر اینه که بیان ببریم از این تمایلات استبدادگرانه فرهنگ سیاسی که تو همه ما ها میتونه وجود داشته باشه، شیعه گری تو هر چیزی که وجود، این برای اون باید مبا. بعد این دوتا رو از هم جدا کرد. ما کافی نیست بگیم که ما در نتیجه نهایی ما چه نوع رژیمی میخوایم. بسیار خوب، آیا اون رژیمی رو که میخوایم کثرت گرایی رو میپذیره یا نه؟ اگر کثرت گرایی رو نمیپذیره، یعنی میخواد یک استبداد رو با یه به وسیله استبداد دیگه جانشین بکنه. اگر کثرت گرایی رو میپذیره، بهترین راه این که ما به این کثرت گرایی رو در رفتار و کردار ملموس و مشخصات خودمون نشون بدیم، این مبارزات به اصطلاح ائتلافات سلبی نیست، بلکه ائتلافات ایجابی برای دفاع از حقوق بشره. من واقعا اینا رو دنبال میکنم، خیلی برام جالبه که اینم منطق و به طور کلی استدلال اینها در رابطه با اینکه دفاع از حقوق بشر رو حذف بکنن و به حاشیه ببرن، میگن ما براندازی رژیم رو هم، این از نظر تجزیه تحلیل سیاسی من یه عمر این مسائل رو تدریس کردم و کارهای تحقیقی راجبش کردم، من یک نمونه در هیچ کجای دنیا نمیشناسم که این اتفاقی که این آقایون انتظار دارن بیفته. ولی جاهایی هست، خود در تمام کشورهای غربی که دموکراسی موفق شده، اینها بوده که کثرت گرایی رو پذیرفتن، حقوق بشر رو بهش احترام بود. هیچ در هیچ کجای دنیا بیانیه حقوق بشر به طور کامل اجرا نشده، همه در حال تکامل. بنابراین ما هم در این راه باید قدم برداریم و پیشرفت ما میتونه گام به گام باشه، ولی بدون این پیشرفت گام به گام ممکنه این رژیم یه روز به دلایل داخلی یا خارجی مزمحل بشه، به بن‌بست بخوره، فروپاشی بکنه. ولی اگر ما در برابر اون ائتلافات ایجابی نداشته باشیم، از این استبداد به استبداد دیگری سفر خواهیم کرد. جناب فرنگ، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. خواستم در پایان در رابطه با این مراسم روز عاشورا که در نیویورک برگزار شد و تعداد قابل توجهی من دیدم از سیاه‌پوشانی که معلوم بود که برای با سازماندهی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم شرکت کردن، ازتون بپرسم این نوع نمایش ها در شهری مانند نیویورک چه تأثیراتی رو بر روی افکار عمومی مردم امریکا و روی سیاستمداران میتونه بگذاره به نظر شما؟ آمریکا جامعه است که انواع، در این محلی که من زندگی میکنم در نیویورک سیتی، اون بخش نیویورک سیتی به اصطلاح کوینز، 160 زبون استفاده میکنن. من اسمش رو گذاشتم Global Village، یعنی یک ده بین المللی، و واقعا هم همه چی بین، ولی اکثریت قریب به اتفاق این انسان ها با هم همزیستی میکنن. اکثریت قریب به این اتفاقات هم در امور خصوصی زندگی همدیگه دخالت نمیکنن. ولی هر جا شما برین این عناصر استثنایی هستن، خصوصا کسی حاضر بشه پول خرج بکنه، پول از رژیم جمهوری اسلامی، برای اینکه یه به اصطلاح وچه بین المللی برای خرافات خودش بگیره. تنها در ایران، سراسر آفریقا، در آفریقا، در خاورمیانه، حتی در کشورهای مثل آسیای میانه پولای زیادی خرج میکنن، و چون تشیع در بعضی از این کشورها چون اقلیت بوده و به اصطلاح بر ضدشون استثناهای قائل میشدن، با پول خرج کردن اینا رو بسیج میکنن که بخوان یک چهره بین المللی از خودشون نشون بدن. ولی تعداد آدمایی که تو این چیزا شرکت میکنن متحد و اعتقادات اساسی به هیچ وجه ندارن، به دلایل مختلف یک روز اومدن و برای عده‌شون هم نمایشه. ولی بله، این رژیم این کار رو میکنه. به همین دلیل هم است که مجاهدین براشون امکان پذیره که بیان یه تظاهراتی را برن که اونجا 200 نفر باشن و پرچما باشن
ولی تعم و تعدینی به حقوق بشر که تعدادشون هزاران بار برابر بیشتر از اونهاست. اون چیزی که نکته آخری که بخوام بگم، در جهان سیاست و در جهان فعالیت‌های اجتماعی شدت احساس تعصب مهمتر از فهم و درک و تبیین واقعیته. نیروهای لیبرال، نیروهای سوسیال دموکرات، نیروهای دموکراتیک چپ، اینها انسانهایی هستند که میخوان با تجزیه و تحلیل و فهم و درک مسائل وارد بشن. شدت احساس براشون اون اهمیت نداره که برای مجاهد یا برای حزب اللهی داره. بله، تردیدی نیست، ما در برابر اقلیت‌هایی قرار داریم که حاضرن حتی خودکشی بکنن برای تعصبات خودشون، در حالی که ما میخوایم بحث بکنیم. بحث بسیار مهمه، ولی یک جا باید بحث خاتمه پیدا بکنه در رابطه با حقوق بشر، و اون چالشی است که در برابر مبارزین حقوق بشر در خارج از کشور وجود داره و ما هیچ بهانه‌ای برای برخورد سازنده با این چالش نداریم. چرا؟ برای اینکه در فهم و درک و دانش، امنیت و آزادی کوچکترین کمبودی نداریم. کمبودی که داریم تعهد کمبود فعالیت‌های اشتراکی و فعالیت‌های تشکیلاتی است و کمبود امید و اعتماده که ارتباطی به توانایی‌های به اصطلاح فکری یا توانایی و امکانات مادی ما نداره. برای اینکه در خارج از کشور یه تشکیلات حقوق بشر نهادینه به وجود بیاد، باید حرفه‌ای بشه، نه اینکه داوطلب باشن. ما حداقل اگر 1000 تا ایرانی داشته باشیم که حاضرن سالی 100 دلار برای حقوق بشر خرج بکنه، میتونه یه تشکیلات حرفه‌ای بسیار مهم و جالب درست بکنه که نیازی به این نیست که همه حد دائم، مثل کاری که حقوق عطف بین الملل میکنه، کاری که دیدبان حقوق بشر میکنه، که من با اینها در آمریکا آشنام و شما بهتر از من با دیگر جاها آشنام. بنابراین ما برای فهم و درک مسائل ایران بهتره که تو آینه نگاه بکنیم و محدودیت‌های مشکلات خودمون رو ببینیم و بگیم برخورد سازنده با اون محدودیت‌ها و اشکالاتی که داریم حداقل به همون اندازه مهمه که مبارزه با فاشیست مذهبی حاکم بر ایران. جناب فرهنگ بسیار ممنون. امیدوارم در خصوص مسئله تشکیل این سازمان حقوق بشری که چندین سال است که شما بر روی اون تاکید میکنید رو و بیان میکنید، تبلیغ میکنید، در برنامه دیگر باهاتون بیشتر گفتگو بکنیم. به پایان وقت برنامه رسیدیم. یک بار دیگر ازتون تشکر میکنم و اجازه بدید به اتفاق شما با بینندگان این برنامه تا برنامه دیگر خداحافظی بکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.